سلام خانم. سلام آقا، حال شما خوبه؟ ممنون. سکته کرده فکر کنم. ماما یکی یه لیوانم بیاره. من کجام؟ ها؟ من کجام؟ اینجایی مامان؟ اینجا؟ واسه چی اینجا؟ ای بابا رازیه، مگه خودت ما رو به زور نیاوردی اینجا که واسه عزیز دورتونت قضا بیاری؟ اون کجا رفت؟ کدوم؟ همون که به من سلام کرد. کی به شما سلام کرد؟ یه یارو بود، یهو دیدمش تو تاریکی. حالا سلامه ای بی نداره که، بابای منم عادت داشت به همه سلام میکن. مزخرف نگو، بذار ببینیم کی بوده. آخه مامان جون، غیر از ما که اینجا کسی نیست، حتما سایه‌تون بوده نفهمیدین. آخه سایه میتونه سلام کنه؟ خب پس با این اوصاف 100% دوزه دیگه. چه دوز با عدایی بوده که سلامم کرده؟ کجا بود؟ اینجا. کجا رفت؟ اونجا. چه ریختی بود؟ من اینجا وایساده بودم، یهو یکی اومد رفت طرف در، سرشم انداخته بود پایین، گمونم از این تو اومد. خب ما اینجا چیزی نداریم واسه دزدیدن. پاهاشو دیدی؟ سم نداشت؟ سیرازیه، ما وقتی اومدیم من در بستم، حالا چرا بازه؟ خب چرا واسدین؟ بریم ببینیم کیه دیگه، بریم. میگم حالا تو مهتر مامان، میخوایم براتون آب غم بیارم؟ نه مادر، ببینم تو خودت خوبی؟ چرا انقدر زرد شدی مادر؟ چرا انقدر لاغر شدی؟ غذا خوب نمیخوری مگه؟ اون باور کن اصلا درس خوندن فرصت سرخاروندنم برامون نمیذاره، چه برسه به غذا خوردن؟ الهی بمیرم واسد مادر. راستی راضیه، وقتی ما اومدیم مگه چراغ این گلخونه روشن نبود؟ ها؟ آره گمونم. پس چرا حالا خاموشه؟ آها چیزه، جنده داشته میرفته حتما خاموشش کرده. رامین جان نه، اینجوری نمیشه. من بالاخره باید بفهم اینجا چه خبره. درسته، منم همینطور. هیچکی بیرونم. هیچکی بیرونم. باشه. شما همینجا باشین، من خودم میرم. شما واسه تو هم واسه. Thank you.
باز چی میزنیم؟ اینجا کجاست؟ بچه ها کجا؟ اینجا باز چی خوابیدی؟ باز چی خوابیدی؟ ها؟ مگه من شما نمی بردین اینجا؟ من بیارم؟ تو رو با بولدوزرم نمیشه برد اینجا؟ پس باید چرا اینجا؟ اونایی که من میخواستم با کجان کجا؟ یعنی من خواب بودم؟ نه دارم خواب ببینم گل اگه مایدی خواب منو خواب نیستی و بیداری خودتم به موش مردگی نزن مثل بچه آدم بگو اینجا چیکار میکنی تو اینجا چیکار میکنی؟ من هیچی تو رخت خوابم خوابیده بودم چشمام بسته بودم بعد چشمام وا کردم یهو دیدم آقای داره همتوی من کتک میزنه فعلا اینه بارینش بالا خب بره دیگه مواظب باشی بزی جلوش آقای دست طرف یواش فرمید. بابا برای اینه آها نه بابا راست میگه دیشب تو اتاق خوابی سیا تو از اون آدم ها نیستی تو خواب را میرن این تو بیداری به زور را میره تو خواب را بره یعنی واقعا از اتاق بیرون نیومدی؟ نه مگه تو نبودی نصف شب اومدی تو آشپزخونه من؟ نه بابا بعدش هم این قابلمه غذا رو گذاشی رو میز آشپزخونه قابلمه غذا رو که من گذاشتم تو آشپزخونه رامین جا آب قند خود بخور حال دست همه بدتره بخور بابا بخور وای خدایا چه خبره یعنی تو این خونه یعنی تو اصلا نفهمیدی چجوری سر از گلخونه در آوردی نه فقط خوابای خیلی بدی میدیدم یه موجودی اومده بود سراغم بعد دندونهای خیلی درازی داشت یه کله داشت انقدر خیلی گنده بود بابا اینه که این داره میگه اصلا دیگه جن نبوده که فیل بوده ولی اون یکی رفیقش که من دیدم مثل آدمیزاد بود ولی خیلی وحشتناک بود خب همون دیگه میگن جن هم خیلی شبیه آدمیزادن فقط به جای کفش و سم دارن صد دفعه بهت گفتم از این خونه قدیمی ها نخر اینم عاقبتش چشم از این به بعد میرم آپارتمان شیک نوساز میگیرم لودر میندازم خرابش میکنم جاش برج میسازم خوبه؟ آخه آقا جون اینجوری که به صرفه نیست خب سیا جان تعریف میکردی بعدش چی شد؟ هیچی دیگه منو به زور بردن تو گلخونه بعد گفتم اینجا کجاست؟ یکیشون اومد جلو گفت اینجا مهمونیه پشو صفا کن بعد من گفتم که آخه من که دعوت ندارم چند تا بودن؟ 7 تا 8 تا عجب مهمونی بود ولی فقط به صرف شیرینی و شربت بود ولی تو اون سینی فقط یه استکان چایی بود یه استکان؟ خب اونم گذاشتم واسه من دیگه ای کلک سمچینم بهت بد نگذاشته سیاوش میگم چایر که خودت برای خودت ریخته بوده که بابا یادت نیست اومدی تو آشپزخونه من بهت گفتم تانژانت زاویه اولی نصف کتانژانت زاویه نه کتانژانت زاویه دومیه گفتم دو برابر بس کن دیگه بابا تو هم دیگه مجید
چیه؟ مجید خدا رسونده. خدا چیو؟ آقا جو این جن رو دیگه. واسه اینکه ما از این خونه بزنیم بیرون برسیم به کار و زندگیمون. جن کدومه؟ مگه بچه شدی؟ آره آقا جو میدونم همه چی کشکه. ولی به این بهونه میتونیم خلاصیم از این خونه و درس خوندن و کنکور. چیو خلاصیم؟ بابا جان چرا نمیفهمی؟ ما بی خودی خودمون علاف کردیم. ما کنکور قبول بشو نیستیم. ول معطلیم. این چه حرفی تو میزنی؟ حواس چی داریم درس میخونیم؟ خب معلومه تو رو دروازه گیر کردیم. یه قرار احمقانه هم با هم گذاشتیم. هیچ کدوم رو نمیشه بزنیم زیرش. آقای مجید خان، الانم بهترین فرصته. فقط کافیه من یک کلمه مامانم بگم این خونه خطرناکه. اون وقت عمرن بذاره ما اینجا بمونیم. یعنی از اینجا بریم دیگه؟ بله دیگه. تو فقط یه دقیقه بگو مامانم بیاد اینجا. همین. برو. حسین میدونی ما چقدر بابا چی داری میگی؟ برو بگو مامانم بیاد. خمویم آقا جان من اصلا خسته شدم. برو بگو مامانم بیاد دیگه. برو دیگه. ببخشید محسن با شما کار داره. چی شده مامان؟ هیچی میخواستم. مامان یه دقیقه بیا. مصیبتی شده این دانشگاه رفتن شما. خب آقای اشکس که از قدیم گفتن که نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. دانشگاه واسه چی؟ برین کار کنی نون بازدودونو بخوری. اینجا خطرناکه اشکسی، من نمیذارم یه دقیقه بچم اینجا باشه. بیا بریم مامان بید. میگم خب الان که نمیشه، ما کلی خرت و پرت اینجا داریم. فردا که هوا روشن شد میایم میبریم. شما هم نمونید اینجا. ما فردا نمیتونیم جواب ننه باباهاتونو بدیم. من با ننم هر دوشون به رحمت خدا رفتن. و حاج خانم ترس کدومه؟ ما داریم اینجا درسمونو میخونیم، چیکار دادیم به جنا؟ خرت و پرتاتونو جمع کنین سوما برین خونه هاتون. اجالتن هم یکی با من بیاد پشت در قفل کنه. خداحافظ. بریم محسن. ببینین هاش خانوم، الان از اونو میگن بعد ما سحریمونو میخوریم خودمون میریم خونه هامون. پس نخوابید دیگه ها، بیدار باشید تا هوا روشن شه. چشم. خداحافظ. خداحافظ محسن. خداحافظ. میگم خدا پدر مادر این جنا رو بیامرزه ها، ما رو از این وضعیت خلاص کرد. آقا من برم پشت در بندازم. پاشین پاشین جمع کنین جلو پلاستتون و مسخره کردین خودتون و این درس خوندنتون. داره بابا تازه است میشه جنه اومده. نه بابا دیشب تو مهمونی جنه حسابی خورده سیره. سیاه جنافه جنه بردنت مهمونی مارم با خودت ببر. نه بابا مال اینه که دیشب زیادی غذا خورده بوده، شکمش سنگین بوده، قابه بد دیده. تو دیگه حرف نزن. اصلا به تو چه اون وسط خودت قاطی کرده بوده هی حرف جن میزدی؟ دقا دلیاتو چرا سره خالی میکنی؟ آقا قسمتی ما بریم دانشگاه. ماشین آقا زود غذاتون رو بخوریم بعدم لوازمتون جمع کنید تا آفتاب نزده بریم. حالا این مام بابای تو این وسط چیکار داشتن؟ من متوجه نشدی؟ اونا هم دعوت داشتن مهمونی دیگه. لابد آقا اشکسی هم دعوت کرده نه واسه جنای دهن بخونه. دیوونه. آقایون لوازمتون رو جدا بذارین دم خونه هاتون گیج نزنین ها، ما گفتیم. این هم هستش. این مال کیه؟ مال خودمه. مرد حسابی تو از اون موقع لوازم خودتو میدی من بذارم اون تو؟ چیکار کنم من که نمیتونم تنهایی تو این خونه بمونم با این همه جن و روکه. آقا جان بگی دست دو قدم پیاده برو.
حسن این رفتن اینه که از شهر آرامی خلاص میشه. اینم خرت و پرتای ما. واقعا خسته نباشید. جدا خسته نباشید. آموزش عالی یکی یه دکتره افتخاری امسال بابت این همه تلاش بیوقفه در عرصه تحقیقات و فناوری اصلا بفرسته دم خونه هاتون. آین تو عرق ما هم خوش نشده حق و تحدیث ما هم یادتون نرا. سیا تو میخوای لوازمتو بذاری رو کولت بری؟ تو که باز اینا رو گذاشته این تو بگی بینه. بگی یکی هم هست. مجید یه دقیقه بیا کارت دارم. بیا بشین کارت دارم. تو که اینا رو جمع نکردی؟ بشین میخوام یه چیزی بهت بگم. خب برم تو راه بگو. بشین. چته تو چته؟ همش خالی بود. چی خالی بود؟ ماجرای دیشب، جن، مهمونی، نمیدونم همه چی عدم خالی بندی بود. جون سیا؟ جون تو. بابا خیلی فیلمی. حالا بگو چه غلطی بکنیم. غلط؟ کنکور امسال رشته هنر شرکت کن، رشته بازیگری حتما قبولی. حتما. مجید مسخره بازی در نیار. بگو یه کاری بکنیم اینجا نندازنمون بیرون. ببینم. اونی که مامان محسن دیده بود کی بود؟ سیامک داداشم. داشتم ردش میکردم بره، مامان بابای محسن اومدن تو خونه. اون دیوونه هم به جایی که یواشکی بره با مامان محسن سلام علیک کرد، اون بدبخت من ترس خش کرد. منم مجبور شدم برم تو گلخونه و همون ماجرای فیلمی که دیدی اتفاق افتاد دیگه. خب دیوونه اینو چرا دیشب نگفتی؟ اشاسی تو نمیشناسی، همین جوریش با آدم دعوا داره. چه برسه به اینکه بفهمه نصف شب داداشم آوردن تو خونه. هممون رو با کتک میندازه بیرون. حالا میگی من چیکار کنم؟ نمیدونم. آقا بجنب این تا یه بامبول دیگه درست نشده دریم. آقا خالی کنی. هیچی دیگه شروع شد دوباره. چی شده؟ بابا راست میگه دیگه، پنج نفر آدمی از پس چهار تا جیم بر نمیایم. خب برای چی ما بریم؟ اونا برن یه جدی که بخونن. آقا برنامه دیشب همش سیاه بازی بوده. آقا هر چی بوده بوده، ما باید بریم. من به حال اینو بگیرم. خالی کنی. خودش گفت سیابازی بوده؟ از زیر زبونش کشیدن. برای چی این کارو کرده؟ نمیدونم. کم آورده، بریده. آقا می‌خواسته در بره، روش نشده بابا میگه فیلم در آورده. یعنی کلاً از قضیه ازدواج منصرف شده؟ نمیدونم. ما رو انداخته تو حچر. خالی کنی. بابا چیچیو خالی کنی؟ تو هم خالی کنی، خالی کنی. تو فکر کردی با افتضاح دیشب آقا میذاره ما اینجا بمونیم؟ یه بار کنار بینه. آقا من شرمنده. این افتضاح رو من درستش کردم. خودم هم میرم پیش آقای اشعثی همه چی رو میگم. فوقش اینه که من این خونه میندازه بیرون دیگه. شما ها بشینین درستتون رو بخونین. به من چی کار داری؟ به تو چی کار داری؟ مگه این همه آدم علافه تو هن؟ از اولش با هم شروع کردیم تا آخرش هم با هم هستیم. فهمیدی؟ خالی کنه بینم. آقا جان تو چرا انقدر جوش میزنی؟ ببینم نکنه تو هم با این دست به یکی کاری ازش در بری درس نخونی. باریکلا باریکلا، اصلا سیاوش مخش به این چیزا قد نمیده که نقشه نقشه محسنه. محسن راست میگه؟ آره بابا راست میگه. اصلا این نقشه نقشه منه، خودم هم تنها کشیدم چون خسته شدم میخوام برم. یالا دیگه آقا جون مادرتون این حرفا رو نزنین. ای قره اینجا هم به خاطر من از هم بپاشه منم نمیرم. غلط کردم. خوبه بیاد بریم درس بخونیم. آ به همین راحتی تو گفتی آقا منم گذاشت ما اینجا درس بخونیم. من راضیش میکنم. تلفن تو بده. آقا جون بیا مثل بچه آدم بریم خونه. آقا اون راضی نمیشه، کوتاه نمیاد، من میدونم. جلو ما کوتاه نمیاد، ولی اگه طرف حسابش مامانت باشه کوتاه میاد. الو سلام خانم اشعثی، مجید هستم. نه اتفاقی نیفتاده. محسن داشت از شما تنگ شده بود، گفت شماره رو بگیرم با شما صحبت. بله گوشی. کاری ندارم. کاری ندارم چی بگم. الو سلام آمه، خوبم شما خوبی؟ نه بابا جن کجا بود؟ نه بابا کار یه احمق بود. حالا باز خوبه که جن نبود. حالا یکم خیالم راحت تر شد. خب نه مامان جو این مریضه مثل باباش دیگه، مگه باباشو ندیدی؟ نه دیگه، اگه بندازمش بیرون میره بیرون معتاد میشه، اون وقت گناهش مفته گردن ما. بله آخه نه شما نیا کنیم مامان، ما الان 90% درس ها رو خوندیم،
حیفه به خاطر این 30% باقی موندهش بمونیم پشت در دانشگاه. ماما از اون تلفن ها بهش بزن که نمیذاری اونور خطی حرف بزنه. زنگ بزن فقط خودت حرف بزن کلافش کن. شما بخوای راضی میشه. ماما من تو حیات منتظرم تا شما زنگ بزنی ها. چشم، میشینم تو سایه. چشم. بله. چشم. نوکرتم ماما. خداحافظ. محسن جون من نوکرتم. خب بچه ها، ولی اگه آقام راضی شد من اسمم میذارم گلابی. ماییم که بیه زرنجام خوشیم به خوب اشعثی جان، واسه امروز دیگه خوبه، فقط به خودت کمتر فشار بیار، راحت تر بخون. راحت بودم، فقط به مغزم فشار میوردم که شعر رو بتونم از بر بخونم. حالا یه دور میخونم با حال ببین چطوره. چه تمون کردن که زنگ منو دل با دل. اینم این خونز بیمهد زنگ. الو چیه؟ هی زرو 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 زنگ میزنی به ما. خب نه خیر، غلط کردم با 7 جد آبادشون. خب گوش کن. ای بابا راضیه خانم. یه ریز این مسلسل حرف میزنه. آره حالا چرا گریه میکنی؟ طلاق چیه؟ چشم بگو هر غلطی میخوان بکنن. چشم هر امری هم داریم بفرمه. ببین من دارم میام، سهرا چیزی نمیخوای؟ چشم خداحافظ. خانم بودن؟ آره ولشون. کجا بودیم؟ تموم شد، اصلا نفهمیدیم چی شد. میخوام حالا یه دور حسابی واسط بخونم ببین ما میتونیم بریم تو تلویزیون یا نه. اجرا کنی؟ آره دیگه. من جسرم تنگی جام رو جارم و هم نکرد. الو سلام علیکم، من مجید هستم. موسوی رقه رفتش تا چیز تا دستشوی. بله خب چی شد حالا؟ بله خیلی ممنون. خدا چی گفتم؟ گفتم خودتونو ضایع نکنید. دیدی نذاشت؟ دیدی گذاشت گلابی؟ دیدی گفتم؟ سیا اگه تو نخوابیدی؟ من؟ نه خوابم نبود، نشستم درس خوندم. سحری حاضره. بچه ها رو بیدار کردی؟ بچه ها رو؟ نه من بیدار میکنم. تو برو این پیرزن پیرمرده رو بیدار کن، خواب نمونن، گناه دارن. آقا مجی خیلی مخلصیم. چکریم.
خواب موندیم باز بیدارشیم دیگه. بابا بیداری سیا سیا بی کمک. آقا محسن بیدار شو. بیدارم دیگه پر الان چیم؟ آقا رامی صبح شده. الان اومدم. سیا موازم این باش در نره من برم آشپزخونه. در نمیرم دیگه بیدارم. الو 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 آقا جان چرا مزاحم میشی خواه؟ آقای رامی خواه بچ چی کار میکنی؟ دارم میام بابا هولم نکنه دیگه. بله جانم بفرمایید. خواهش میکنم. شما؟ بله هستم گوشی خدمتتون. کیه؟ یه آقا هست میگه از سوئیس زنگ زده. آخه این وقت شب؟ با اونجا الان سر زوره. جانم؟ الو؟ الو؟ مسخره؟ جون محسن فقط میخواستم خواب از سرت بپره. سلام صبح بخیر. خسته نباشی. سلامت باشی. بفرمایید. الو الو بله خودمم. آره شناختم. ببخشید دو دفعه قبلم شما بودین مثل اینکه زنگ زدین. آره معلومه چون به غیر از شما کسی دیگه این موقع شب مزاحم آدم نمیشه. ببین آقا جان این موبایل رفیقمه بی خود این مزاحم نشی. مگه دل بخواهی شماست که هموقع خواستید منو ببینید؟ اصلا چی کارم داری؟ چی؟ مثل اینکه نصف شبه ها؟ آخه من کجا بیام الان این موقع شب؟ یعنی چی؟ زیر همین جایی که وایسادم یعنی چی؟ ای شما کجا میدارید من تو ایوونم؟ صدای پاهامو میشنوی؟ موی شیرازه یارم چقدر نازه. لیموی چجوری اومدین تو؟ این رفیقت نصف شبا کجا میذاری میره در باز میذاره؟ خطرناکه ها. هر کی میتونه سرش بندازه پایین بیاد تو. آره عین شما. یا واسه چایی ریختم تو استکان کمر باریک با طعم دارچین هندی و نبات زعفرونی. بخور بفهمی چایی یعنی چی. اینم لیمون. آقا من نوکرتم بفرمایید بیرون. از صبح تا حالا داشتم خرابکاری دیشب جناباری و ماسمالی میکردم. خبر دارم. از کجا؟ بماند
شما چی میخواید جون من؟ من چیزی نمیخوام از تو، میخوام اتفاقا یه چیزی هم بهت بدم. فقط موندم چقدر بهت بدم که کمت نباشه. ببین اگه دیشب رقمتو گفته بودی یا الان مزاحمت نمیشدم، ولی تا موقعی که نگی همین آشه همین کاسه. نه مثل اینکه با زمان خوش نمیخوای ول کنی بری. نشد، اونی که باید ول کنه بره تویی. تو دست از سر مریم خانم بردار، ما اون پامون از کفشت بکشیم بیرون. پس یاوش کو اینجا بود که الان حتما دوباره جنا بردنش مهمونی. آقا جون پشت بیا برو بیرون، رفیقم الان مشکوک میشن، پو میشن میان اینجا. آره واسه این که اونا نیان، یا زودتر رقمتو بگو چکیتو بگیر، یا برو سهریتو بخور اونا که خوابیدن برگرد. شما اصلا چی کاره ای که میخوای منو بخری که دست از سر مریم خانم بردارم؟ هیچ کاره، فقط منم مریمو دوست دارم. بی خود کردی با این سن و سالت. فقط یه فرقی بین من و تو هست، من دوست ندارم مریم ازدواج کنه، ولی تو دوست داری. لابد توقع داری با حرف یه غریبه دست از همه چی بکشم. آره غریبه غریبه هم که نه. یکی داری میاد میگی چی هستی یا لطف بدم. سیاه خاموش کن. چرا خودتو بگم؟ سیاهش کجایی؟ بگو تا خاموش کن. خاموش کن. من پدرشم، پدر مریم.